بازجو دوباره به اتاق بازجویی آمد و گفت برای یک پیشنهاد دارم، با آرایش و رنگ موی متفاوت و منحصر به فرد خودت، با هر لباسی که خودت دوست داری، حتی بدون روسری، حتی دلت میخواهد، جلوی دوربین بنشین و بگو فریب خوردم. سپیده قلیان، فعال مدنی، در فایل صوتی که در اختیار بی بی سی قرار گرفته از فشار برای اعتراف اجباری میگوید. از میهمانان برنامه میپرسیم چرا حکومت ایران روی فعالان زن حساسیت زیادی دارد. همچنین در برنامه امشب، حوثی‌ها قلب صنعت نفت عربستان را هدف گرفتند. آیا بازار جهانی نفت باید در انتظار شوک تازه‌ای باشد؟ واکنش عربستان به قدرت نمایی حوثی‌ها چه خواهد؟ هویت سومین استرالیایی بازداشت شده در ایران، کایلی مورگلبرت، از پارسال در بازداشت است و به 10 سال زندان محکوم شده. و هفته مد لندن، صحنه اعتراض فعالان اقلیمی و حقوق حیوانات. اعتراض به نقش صنعت فشن و مد بر محیط زیست و آزاری که به حیوانات میرسونند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. فایل صوتی یک زندانی زن جوان در ایران به دست بی بی سی فارسی رسیده. شکایت چهره‌ای که نام او با تازه ترین دور از اعتراض‌های کارگری، اعتراف‌های اجباری و ادعای شکنجه‌های طاقت فرسا گره خورده. سپیده قلیان، دختر جوان معترض که در ایران به 18 سال حبس محکوم شده، از ادامه بدرفتاری با خود در زندان گفته. او در اعتراض‌های کارگری پارسال دستگیر شد. اگر در حکم خانم قلیان تجدید نظر نشود، دست کم 7 سال از 18 سال حکم او قابل اجراست. سپیده قلیان میگوید سلسله بدرفتاری‌ها ادامه دارد. زندانیان زنی که شناخته شده نیستند تاوان سنگینی می‌دهند و امیدی به اجرای عدالت ندارد. پرونده او توجه بسیار را جلب کرد و شماری متعدد قول پیگیری دادند، ولی اصلا کاری صورت گرفته؟ امیدی به عدالت هست؟ بیشتر داریم برای حرف میزنیم. اول گزارشی از مریم افشنگ. صدای مرا از بین 1500 زندانی و زن بیگناه قرچک ورامین میشنوید. صدای از سپیده قلیان که از زندان قرچک ورامین به دست بی بی سی فارسی رسیده. تهدیدتون کردن! نترسید! خانم قلیان از فعالان کارگری و از متهمان پرونده اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه است. کارگرانی که می گفتند گرسنه‌اند و خواهان حقوق معوقه‌شان بودند. خواسته هایی که مقام ها وعده برآورده کردنش را داده بودند. اما حالا سپیده قلیان به 18 سال زندان محکوم شده. نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد. حکمی که شاید شامل دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در احکام شدید جدید شود. خانم قلیان از شکنجه هایش در زندان می گوید و از بازجویی های طولانی مدت. بعد از 16 ساعت بازجو دوباره آمد. گفت باشد، حالا زیر بار نمی روی، کافیه که دهانت را باز کنی. تمام اعترافات اجباریتان را در 23 منتشر خواهیم کرد. حالا پای زنان را به تجمعات باز می کنید. حالا باید می شوید زنان سرشعاری کنند. از دیوار فرمانداری بالا می روید. همکاری نکردم، آزاد شدم، از واقعیت را بازگو کردم و حرف بازجو عملی شد. مستند طراحی سوخته‌شان را منتشر کردم. سپیده قلیان هستم، در تجمعات اخیر هفت تپه بازداشت شدم. پس از پخش این اعترافات از صدا و سیما، سپیده قلیان دوباره بازداشت شد. این تصاویر ساعتی قبل از بازداشت دوباره او در 30 دی ماه است که به شکنجه ها و فشارهای دوران بازجویی اشاره می کند. بازجویی ها با تهمت های ناروای جنسی شروع شد، تهدیدهای خیلی شدیدی که خانوادت رو میاریم اینجا کتکت میزنن، با چاقو دمه درن، نمیدونم تو مریضی اعصاب داری، تو خودکشی کردی یک بار، در حالی که من هیچ وقت حتی یک قرص مسکن هم مصرف نمی کردم. میخواستم به من بقبولونم که من مریض هستم. با کابل، با پس گردنی، با زدن زیر صندلی پرت کردن که من یه جایی اصلا احساس میکردم که دقیقا من دارم فیلم بازجوی سعید امامی، زن سعید امامی رو دارم میبینم. اینقدر وحشتناک. و به خودشون هم گفتم من هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر شما ظالم باشید. حالا و بعد از گذشت ماها او دوباره از این میگوید که برای اعتراف تحت فشار بوده. در تاریخ 1 اسفند بازجو دوباره به اتاق بازجویی آمد و گفت
برایت یک پیشنهاد دارم. با آرایش و رنگ موی متفاوت و منحصر به فرد خودت، با هر لباسی که خودت دوست داری، حتی بدون روسری، هر طور دلت میخواهد، جلوی دوربین بنشین و بگو فریب خوردم. کمک کن تا مستندی از فریب خوردنت ساخته شود تا ما هم کمک کنیم نزد خانواده‌ات برگردی. در غیر این صورت شرمنده مودیک بار دیگر به تو فرصت آزادی نخواهیم داد. سپیده قلیان حالا در زندان دوران محکومیتش را می‌گذراند، اما همچنان خواهان اجرای عدالت است. هر شب از بهانه انتشار اخبار کذب و غیرقانونی از صدا و سیما کابوس می‌بینم. به من بگویید چگونه شکایت کنم. از برنامه 23 و خبرگزاری خاص چگونه شکایت کنم. به من بگویید از قوه قضاییه چطور شکایت کنم. صدای من را گوش کنید. صدای سپیده قلیان، صدای یکی از صدها زن زندانی در قرچک ورامین یا دیگر زندانهای ایران است که به بیرون از دیوارهای زندان رسیده. صدای از دورانی سخت برای زنی که میخواست از کارگران هفت تپه حمایت کند. مریم افشان گزارش میداد. گفتگویی داشتم با خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان. ابتدا از او پرسیدم که آیا با دخترش در تماس هست؟ بله تماس میگیریم، اما اطلاع جدیدی که در باره ای حکمی که الان بریدن هیچ اطلاعی نداریم. نه اطلاعی نداریم. آخرین باری که با ایشون صحبت کردید کی بود؟ امروز بوده، امروز باش صحبت کردم، امروز تلفنی باش صحبت کردم. حال جسمی و روحی ایشون چطور بود؟ حال جسمی و روحیش خوب نیست، حال جسمی و روحیش خوب نیست، جدی باید باشه سپیده نیست. نه. گفتید که تلفنی صحبت کردید، آیا امکان ملاقات حضوری نیست براتون؟ عرض خدمت شما میکنم، من ماهی یعنی هر هفته ما میریم، هر هفته ما ملاقاتش میریم، بعد فقط ماهی یک بار ملاقات حضوریه، بقیهش کابینیه. اونم ما آقا باید 30 ساعت رفت و برگشت دور راه باشیم. ما مال استان خوزستانیم، شهرستان دستور، باید از اینجا بلند شیم بریم 15 ساعت برگشت، اونم در حد 15 دقیقه کابینی باید دوباره برگشتیم. سپیدم زندانش که هیچ، بعدش ناراحت هم برای ما که این همه راه میریم، میگه چندین بار تا میریم اونجا، میگه بابا نمیخواد همه راه ته کنید و بیایید، من ناراحت میشم برای شما با این همه خطراتی که در جاده هست، در این خطراتی که در پیش دارین، نمیخواد بیایید همه راه ته کنید برای 15 دقیقه. ما دل منتقد نمیاره، و هم خوب خودش چون بچه کوچک ما هست خیلی وابسته به هم بمونه، ته دل این حرف نمیزنه، اما خوب ما طاقتمون نمیاره میریم. اشاره کردید به این که اطلاع زیادی از حکم جدید ندارید، این حکم حکمیه که قابل تجدید نظره، برای تجدید نظر اقدامی کردید؟ نه، ما هم وکیلمون داره پیگیری میکنه، ما هم زیاد الان ناراحتیم، داریم پیگیری میکنیم، خوب دستمون به جایی نمیرسه، مثلا میخواب بریم که داخل قوه قضاییه اونجا نمیذارن ما بریم، حالا وکیلمون گفته دارم پیگیری میکنم ببینی انشالله کار میشه یا نه. هیچ راه حلی پیش پای شما از طرف مقامات قضایی یا امنیتی گذاشتند که مثلا کاری رو بکنید و این موضوع حل و فصل بشه؟ نه هیچی نگفتن، هیچی، فقط از طریق تلویزیون گفتن که این باید برای تجدید نظر و انشاءالله خبری هست، ما هم فعلا هیچ خبری نداریم. پرونده خانم قلیان پرونده بود که در سطح ملی مطرح شد، در تلویزیون مطرح شد، افراد متعددی دربارش از مقام‌های حکومتی صحبت کردند. واکنش مردم، کسانی که با شما در تماس هستند، چی بوده؟ اونها چی فکر میکنن در باره این پرونده؟ ما زیاد هم مردم بهمون میگن که بریم نریم، میگن ما دوست نداریم هیچ مشکلی برای یکی پیش بیاد، اصلا دوست نداریم، باشی توکل به خدا، ما موندیم توکل به خدا موندیم، متوجه نمیخوام که مشکلی برای یکی پیش بیاد، فردا یکی بگیرن یا مثلا درگیری بشه، حتی مثلا یکی زخمی بشه، او ما دوباره رنج بکشیم، رنج سپید را یه طرف بکشیم، رنج خودمون یه طرف باید بکشیم، رنج اونی که زخمی شده هم یه طرف. اصلا خودمون چی نمیگیم، قبول نمیکنیم که تجمع چیه به وجود بیاد برامون. خیلی هم بهمون میگن، خیلی هم زنگ بهمون میزنن، بهمون میگن، میگیم نه دستمون درد نکنه، خسته نباشید، بذار ببینیم چه میشه.
الان سپیده علاوه بر اینی که این حکم ناعادلانه و بی‌عدالتی در حقش شده، زندان و تبعید هم یه طرفه. گفتگوی بود با خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان. گفتگوی داریم با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر از واشنگتن با ما، و همینطور شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از ترکیه با ما. سوال اول رو از خانم کار میپرسم. وقتی که پرونده شکنجه خانم قلیان و اسماعیل بخشی مطرح شد، بسیاری قول پیگیری دادن در درون حاکمیت، ولی اطلاعات تازه‌ای که منتشر شده به نظر نمیاد که خیلی پیگیری صورت گرفته باشه. چرا؟ خب برای اینکه دستگاه قضایی کشور اولا که استقلال نداره، همونطور که میدونید، و بعضی وقتا و بعضی از شعبی که این گونه دعاوی درش مطرح میشه، این شعب به صورت خاص دست نشانده هستند قضاتشون، و اینها از جاهای فرمان میبرند که به احتمال زیاد با اون کسانی که درون حاکمیت قولهایی میدن اساسا ممکنه که در تضاد باشن از نظر نگرش امنیتی نسبت به مسائل. و من تصور نمی کنم تا زمانی که این شکل از سیاست امنیتی در سطوح بالا تغییراتی پیدا بکنه، ما بتونیم از این حرفایی که در سیستم حکومتی گفته میشه یک نتیجه‌ای ببریم. مثلا که مهمترین موضوعی که در این گونه دعاوی مطرح میشه، در این گونه محاکمات مطرح میشه، این است که خب اینا منصفانه نیست، و به خصوص در مرحله تحقیقات، در مرحله اولیه که حساس‌ترین مرحله از رسیدگی است، هیچ کس حضور نداره تا ببینه با اون شخص چه میکنن. و حالا ما خیلی خوشحالیم که داره صداهایی از متهمینی که زیر شکنجه هستند شجاعانه و اغلب از زنان ما میشنویم، و این خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه مردم بدانند که این عقاری رو چجوری از متهمین میگیرند. خانم صدر، گویا فشار زیادی بر روی فعالین زن هست و حساسیت زیادی، دلیلش چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم که 3 تا دلیل عمده وجود داره. دلیل اول اینه که فعالان زن و زنانی که ما تصاویرشون رو در رسانه ها میبینیم و راجع به مبارزاتشون میشنویم، اون تصویری رو که جمهوری اسلامی از زن میخواد که یک زن سنتی، مطیع، فرمانبر، جاش توی خونه است، میشکنن و این فضا رو ایجاد میکنن برای زنان دیگه که تصویری متفاوت از خودشون و از زندگیشون بتونن داشته باشن. دلیل دوم اینه که همونطور که میبینیم در مبارزات مختلفی که در حوزه های مختلف وجود داره، چه در حوزه جنبش کارگری، چه در حوزه مبارزات زنان علیه حجاب، چه حوزه دادخواهی، زنان همواره در جلوی صف هستند و دیده میشن و به نوعی حالت هدایت کننده و رهبری دارن، یا در واقع مردم رو تشویق میکنن که به این مبارزات بپیوندن. بنابراین طبیعیه که برای سرکوب این جنبش ها با زنانی که فعالن در این جنبش ها برخورد شدیدتری میشه، کما اینکه در مورد زنان دیگری که در همین اواخر به دلیل تجمع جلوی میدان بهارستان در روز جهانی کارگر دستگیر شده بودن میبینیم که چه برخورد شدیدی باهاشون شده. و آخرین دلیل اینه که دستگاه امنیتی ایران همواره از اینکه جنبش‌های مختلف با هم پیوند پیدا کنند بیم داشته و همواره همه تلاشش رو کرده که جنبش کارگری جدا، جنبش زنان جدا، جنبش دانشجویی، و کسانی مثل سپیده قلیان که اومدن و این پیوندها رو برقرار کردن، همواره بیشترین هزینه ها رو دادن. خانم کار، این احکامی که صادر شده، نمونهش برای همین خانم قلیان که 18 سال زندانه، البته حبس تعزیری، میتونه 7 سالش هم اجرا بشه، با این نوع مجازات ها میتونن جلو اعتراض ها رو بگیرند؟ خب البته میتونند کنترل کنند و کم کنند، ولی به نظر من نمیتونند که جلو اعتراض ها رو بگیرند، مخصوصا وقتی که میبینیم که یک زن جوان، دختر جوانی مثل سپیده قلیان با این همه شجاعت از روز اولی که بازداشتش کردن تا حالا افشا کرده رفتارهای کاملا
غیر عادلانه‌ای رو که با شده، این هم تبدیل میشه به یک الگویی و سیستم قضایی امنیتی ایران بسیار متوحش میشه از این گونه الگوسازی ها. به نظر من تعطیل نمیشه، ولی خب تا حدودی البته این سرکوب ها اثرگذار هست و کم میکنه، در حالی که یک فیگورهایی مانند سپیده قلیان یا دیگرانی که شروع کردن به افشاگری از درون زندان ها، اینها در چالش هستند با یک چنین تصویری که حکومت میخواد به مردم بده که ساکت باشید، خفه باشید، بشید و افشا نکنید اون چرا که سرتون میاد درون زندان ها. و این چالش داره ادامه پیدا میکنه دیگه. ما نمیتونیم فکر کنیم که فقط در محدوده خانم سپیده قلیان بمونه و فراگیر نشه، و حتما دیگرانی هم دنبال خواهند کرد، کما اینکه میبینیم 13 نفر درون ایران از فعالان مدنی خواستار یک تحولاتی در همین قضیه شدند که نامشون هم شما دارین، و این هم میتونه نشون بده که امثال سپیده قلیان به فعالان مدنی هم اون جرأت و اعتماد به نفس رو میدن که به صورت کاملا مستندی نقد بکنن وضعیت کنونی رو به صورت جدی. خانم صدر، در فایل صوتی که در اختیار ما قرار گرفته از سپیده قلیان گفته میشه که باز هم برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده. هنوز هم فکر میکنن که اعتراف اجباری میتونه کاربرد داشته باشه؟ بله، قطعا اینطوره. ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یکی از روش‌هایی که همواره استفاده می‌کرده که کارکردهای متعددی براش داشته، از سرکوب در واقع فعالان گرفته تا ایجاد رعب وحشت عمومی، اخذ اعترافات اجباری و پخش اونها به شکل مصاحبه بوده. در این فایل صوتی که از سپیده قلیان به دست شما رسیده، سپیده میگه که به من گفتن با موی رنگ، همون موهای رنگ شده خودت، با شکل خاصی که همیشه داشتی، بیا بشین جلوی دوربین. خب این در واقع چیزی هستش که ما در کار تحقیقیمون از بقیه کسایی که قربانی اعتراف اجباری هم بودن شنیدیم، که همه چیز به دقت سناریو نوشته میشه، همه چیز، حتی شکل لباس شخص، اون جایی که پشتش هست، پس زمینه، همه اینها برنامه ریزی میشه برای اینکه این اعترافات رو به شکل مصاحبه یا مستند باورپذیر بکنن. برای اینکه هنوز هم کسانی هستن در جامعه که با وجود همه افشاگری هایی که در مورد اعترافات اجباری و اینکه تمامی این اعترافات تحت شکنجه های شدید گرفته میشه، باز هم اونو باور میکنن، یا حداقل میتونه شک و تردید در دل بینندگان ایجاد بشه. ما همین هفته پیش دیدیم که صحبت‌های پدر سحر خدایاری، زنی که در مقابل دادگاه انقلاب خودسوزی کرد، وقتی که شنید برای اینکه می‌خواست وارد استادیوم بشه 6 ماه حبس باید بکشه، صحبت‌های پدر سحر ممکنه به نظر خیلی‌ها همش قابل باور نباشه، ولی می‌تونه تردید عمومی ایجاد کنه و بحث‌ها رو منحرف کنه. به همین دلیله که سپیده قلیان رو تحت فشار می‌ذارن و ازش می‌خوان که با شکل و شمایلی که همیشگی بوده بیاد جلوی دوربین و صحبت بکنه، برای اینکه میخوان که در اقشار مردم این تصویر رو ایجاد کنن که خیلی خوب این جنبش کارگری اعتباری نداره، اینها همه از بیرون تغذیه میشدن، همشون فریب خوردن و غیره و غیره. و من اعتقاد دارم که هنوز هم که هنوز باز هم متاسفانه اعترافات اجباری کارکرد داره، و تا زمانی که در داخل ایران خود این قربانیان شکایت نکنن و در خارج از ایران جامعه بین‌المللی واکنش نشون بده، این قضیه ادامه خواهد داشت. خانم کار، شما خودتون یک پرونده گشوده علیه جمهوری اسلامی دارید، اگر کسی بخواد از بیرون مثلا مقابله بکنه چه راهی هست؟ خب راهی نبوده که من این پرونده رو مفتوح کردم در خارج، و اگر هم به نظر میرسه که در نظام جمهوری اسلامی و نظام قضایی ایران فریاد رسی هست، من اونها رو هم طی کرده بودم. مثلا فرض بفرمایید ما یک کمیسیونی داریم به نام کمیسیون اصل 90
در مجلس شورای اسلامی که قاعدتاً باید به این قبیل شکایات رسیدگی بکنه، ولی سال هاست که این مکانیزم و مکانیزم های دیگری که در همین سیستم خیلی ابتر جمهوری اسلامی و قانون اساسیش وجود داره اینا رو از کار انداختن و من هم که توانستم این مکانیزم رو در مجلس ششم فعال کنم به نفع مظلومیت شوهرم خیلی پیش رفتم، ولی به اون نقطه نهایی که رسیدم که یک پرونده کامل و پروپیمان بود از تمام برخوردهای غیرقانونی و قرار بود که این در صحن علنی مجلس در یک روز خاصی مطرح بشه، ناگهان مواجه شدیم با اینکه وزیر اطلاعات آقای خاتمی یک یادداشت دروغ و کذبی نوشت برای هیئت رئیسه مجلس و گفت که این به مصلحت نظام نیست که این پرونده در صحنه. بنابراین نمیخوام زیادتر حرف بزنم و وقت بگیرم، ولی میخوام بگم من که در خارج از کشور حالا یه پرونده ای رو مفتوح کردم با استفاده از یه امکاناتی که به نظر میرسه شاید کمک بکنه، اون راه ها رو پیمودم، همه ی راه ها رو پیمودم و به نظرم نمیرسه درون کشور دادخواهی به جایی برسه، ولی پیشنهادم اینه که هیچ کس به تصور این که دادخواهی به جایی نمیرسه درون کشور خودداری نکنه و از همه این چیزهایی که وجود داره استفاده بکنه و طرح شکایت بکنه. ما تا حالا نشنیدیم که یک شکنجهگر رو جمهوری اسلامی و دستگاه قضاش به اتهام شکنجهگری و نقض قانون محاکمه کرده باشه. صحیح. خانم صد، شما چی فکر میکنید؟ کسانی از قوه قضاییه یا نهادهای مثل صدا و سیما شکایت داشته باشن که در این مورد خانم قلیان گفتن شکایت دارن، مرجعی برای دادخواهی هست؟ ببینید، همونطور که خانم قلیان اعلام کرده که میخواد که از 23 از صدا و سیما و از سایر رسانه ها شکایت بکنه، این حق در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده. همونطور که خانم کار گفتن ممکنه این شکایت به جایی نرسه، اما من مطمئنم وکلای شجاع و با شرافتمندی هنوز پیدا میشن که بتونن وکالت سپیده رو به عهده بگیرن که این شکایت رو مطرح کنه. در عرصه بین المللی هم تا اونجایی که ما میدونیم فقط 3 کشور در کل دنیا هستن که اعتراف اجباری میگیرن از زندانیا و اونا رو پخش میکنن: ایران، چین و ویتنام. و فعالین مختلف دارن الان حرکت‌های رو شروع می‌کنن که در عرصه بین‌المللی نه فقط ضبط اعترافات اجباری تحت شکنجه، بلکه پخش اون به عنوان مصداق شکنجه و رفتارهای آزاردهنده علیه قربانی و علیه خانواده‌اش به رسمیت شناخته بشه. و اگه این کمپین بین‌المللی بتونه به نتیجه برسه، که در همین جا می‌خوام که همه کسایی که قربانی اعترافات اجباری شدن بیا صحبت کنن مثل سپیده قلیان که بشه این حرکت‌ها رو به جای رسون، اون موقع است که جمهوری اسلامی باید پاسخگو بشه در مورد ضبط و پخش اعترافات اجباری و این رویه باید متوقف بشه. همونطور که در سایر کشورها ما یه همچین چیزی رو نمی‌بینیم و این منحصر هست به ایران، چین و ویتنام. ممنونم از شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران از ترکیه با ما و همینطور مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر از واشنگتن پایتخت آمریکا. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. جبل طارق میگوید که نمیتوان به راحتی ایران را به نقض تعهدی متهم کرد که برای آزاد کردن نفتکشش به دادگاهی در این منطقه داده بود. فابیان پیکاردو سروزیر جبل طارق گفته که دولت ایران تضمین داده بود که محموله این نفتکش را به نهادهای تحت تحریم اتحادیه اروپا نفروشد، اما تضمین نداده بود که این محموله نهایتاً از سوریه سر در نیاورد. این در حالی است که وزارت خارجه بریتانیا اقدام ایران را نقض آشکار تعهدش کرده است. ایران میگوید که محموله نفتکش را به یک شرکت خصوصی فروخته و مقصد نهایی را خریدار تعیین کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سحر خدایاری مشهور به دختر آبی هیچ نوع محکومیت کیفری نداشته و دادگاهی هم برای رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده. خانم خدایاری اسفند گذشته تلاش کرد با لباس مردانه وارد استادیوم آزادی شود، اما بازداشت شد. او حدود 10 روز پیش جلوی دادگاه انقلاب تهران خودسوزی کرد و چند روز بعد درگذشت.
یک هفته بعد از توقف مذاکرات صلح میان دولت آمریکا و نمایندگان گروه طالبان، یک هیئت مذاکره کننده طالبان از قطر به مسکو رفته. آنها میگویند که هنوز مایل به دستیابی به صلح از طریق مذاکره هستند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان گفته سفرهای بین المللی رهبران طالبان نشان دهنده شکست قطعی سیاسی آنهاست. آمریکا کشته شدن حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن را تایید کرده. کاخ سفید در اعلامیه گفته است که پسر رهبر پیشین القاعده در عملیات ضد تروریستی آمریکا در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان رخ داد. از حمزه بن لادن به عنوان یکی از اعضای کلیدی القاعده و از گزینه‌های رهبری این گروه نام برده می‌شد. حوثی‌های یمن میگویند با 10 پهپاد بزرگترین پالایشگاه عربستان سعودی را به آتش کشیدند. حوثی‌ها میگویند به یک تأسیسات استخراج نفت هم در یک میدان نفتی عربستان حمله کردند. عربستان گزارش کرده که آتش سوزی‌ها در هر دو تأسیسات نفتی این کشور مهار شده، اگرچه از وسعت آسیب این حمله‌ها به این تأسیسات سخنی به میان نیامده. اما منابع نفتی میگویند این حمله‌ها ممکن است صادرات نفت عربستان را از 10 میلیون بشکه در روز به نصف تقلیل بدهد. کسرا ناجی در گزارشی میگوید این حمله ها در ساعات اول بامداد امروز تنش را در منطقه و در ارتباط با ایران که از حوثی ها حمایت میکند افزایش خواهد داد و ممکن است قیمت نفت را به اندازه قابل توجهی بالا ببرد. انفجار و آتش سوزی در بزرگترین پالایشگاه نفت خام عربستان سعودی در بقیق، یکی از دو حمله به تاسیسات نفتی این کشور حدود 4 صبح امروز. اینجا در این فیلم که با تلفن همراه گرفته شده هنگام انفجار صدای تیراندازی هم شنیده می شود. اگرچه عربستان می گوید حمله با پهپاد صورت گرفته، این تازه ترین حمله به تأسیسات نفتی در منطقه تنش را باز هم افزایش خواهد داد. حوثی های یمن می گویند آنها مسئول حمله بودند. بفضل من الله تعالی نیروی هوایی در حمله وسیعی با 10 پهپاد تأسیسات نفتی شرکت آرامکو را در بقیق و خوریس دقیقاً هدف قرار داد. عملیاتی که حق طبیعی و مشروع ماست در پاسخگویی به جنایات ائتلاف متجاوز و محاصره 5 ساله یمن. حمله های صبح امروز در بقیق در 60 کیلومتری جنوب زهران پالایشگاه را هدف قرار داد. پالایشگاهی که نفت ترش را به نفت شیرین برای صادرات تبدیل می کند. بزرگترین پالایشگاه عربستان با ظرفیت 7 میلیون بشکه در روز. در حمله امروز 200 کیلومتر آن طرفتر تأسیسات نفتی در یک میدان نفتی در خوریس هم هدف قرار گرفت. محل یک پروژه بزرگ 3 میلیارد دلاری که هدفش افزایش ظرفیت تولید نفت خام عربستان است. خوریس از نزدیکترین نقطه در یمن که تحت کنترل حوثی است حدود 900 کیلومتر فاصله دارد که اگر ادعای حوثی ها درست باشد حاکی از توانایی بالای پهپادهای آنهاست. این تازه ترین حمله حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو، شرکت نفت ملی عربستان، درست هنگامی صورت گرفته که آرامکو در روزهای اخیر کار بازاریابی برای فروش 5% از سهام این شرکت را به قیمت 2 تریلیون دلار شروع کرده. حمله‌ای که می‌تواند از اشتیاق خریداران و قیمت نهایی آن به اندازه زیادی کم کند. عربستان سعودی می‌گوید آتش مهار شده، اما نگفته وسعت آن چقدر بوده و تا چه حد به توان این کشور در صادرات نفتش صدمه زده. منابع بازار نفت میگویند شاید نیمی از صادرات روزانه نفت این کشور حدود 5 میلیون بشکه در روز فعلا از بازار خارج شود. اگرچه از قول یک مقام سعودی گزارش شده که گفته ترمیم آسیب ها چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. کسرا نجی، بی بی سی. سارا بخشوری کارشناس نفت و انرژی و همینطور مدیر مؤسسه بین المللی انرژی ویس بی بی از واشنگتن دی سی با ماست. خانم بخشوری، این پالایشگاه در جهان همتا نداره. در زمینه ابعاد اقتصادی ضربه بزرگی به این پالایشگاه وارد شده اونطور که گزارش ها حاکیه. چه ضربه اقتصادی میشه گفت که به صنعت نفت جهانی میتونه وارد بشه؟ بله، البته هنوز کاملا مشخص نیست و بازار به طور مشخص نمیدونه که چقدر بوده وسعت این صدمه و اینکه چقدر قابل بازگشته یا نه، ولی مسلما همونطور که تو گزارشتون گفتین میزان زیاد
حجم بزرگترین میشه گفت تاسیسات پروسس کردن نفت قبل از صادرات در دنیا هست و اگر که این برنگرده ممکنه چندین روز تا حتی هفته و ماه طول بکشه که این میزان نفت خام از بازار بیرون بره و خب میتونه تاثیر زیادی روی قیمت‌ها و اقتصاد بذاره، همونطور که گفتیم. امروز بازار تعطیله، فردا هم تعطیل خواهد بود. چه انتظاری میشه داشت از روز دوشنبه؟ شانس بازار این بود که دو روز تعطیله، برای اینکه این باعث میشه که یک مقدار منطقی تر عمل بشه توی بازار و تاثیر منطقی تری بذاره روی بازار. انتظار داریم که تا دو روز دیگه مشخص‌تر بازار بتونه با آرامش بیشتری این قیمت‌ها تعیین بشه توی بازار. برای اینکه همین الان که من با شما حرف می‌زنم همینطور اخبار آپدیت میشه، مثلا به عنوان اینکه چند تا مثلا از این واحدهای پالایشگاهی داره دوباره برمیگرده و اینکه تا دو روز دیگه احتمالاً بازار بتونه یک تخمین دقیق تری داشته باشه که چقدر این خسارات به صادرات عربستان ضربه میزنه و چقدر طول میکشه که این بازگشت داشته باشه. وقتی حرف از این پالایشگاه میزنیم، حرف از آرامکو میزنیم، حرف از صنعت نفت میزنیم، فقط هم موضوع عربستان اینجا مطرح نیست. تا چند اندازه ممکنه که تبدیل بشه به یک موضوع بین المللی؟ این موضوع از این بابت مهمه که میزان تولید و صادراتی که از اینجا انجام میشه تقریبا نزدیک 5-7% تولید و عرضه دنیا هست و اینکه اون ظرفیت مازادی رو که ما دائما ازش صحبت میکنیم در عربستان تقریبا بیشترش از این واحدها تولید میشه. بنابراین این یک موضوع بسیار مهمه، برای اینکه عربستان میشه گفت جز بزرگترین صادرکننده ها و تنها تولید کننده و صادر کننده یک ظرفیت مازاد بر تولید داره. ضمن اینکه ممکنه چون از حالا رسانه ها دائما هر جای اسم حوتی ها میاد اسم ایران رو در کنارش میارن، ممکنه به سمتی پیش بره که خب حالا یا این تنش در بازار بیشتر بشه یا به نفع کمتر بشه، ولی هنوز خیلی زوده که بشه قضاوت کرد. آژانس بین المللی انرژی البته گفته که برای تامین نفت مشکل پیش نیامده، ولی قرار 5% سهام آرامکو به بازارهای بورس جهانی ارائه بشه. ارائه سهام آرامکو چقدر ممکنه که تحت تأثیر مناقشات منطقه‌ای مثل این قرار بگیره و مختل بشه؟ یه نکته که من بگم در مورد این گزارش آژانس اینه که اگر هم که تا هفته های آینده این تعمیر را طول بکشه، بازار به اندازه کافی نفت ذخیره توی منابع ذخیره شده داره که بتونه اونها رو جایگزین کنه. خود عربستان سعودی نفت زیادی رو در خود کشورش و همینطور در مناطق استراتژیک مختلفی که بشه از اونجا به دنیا توزیع کنه، مثل بندر روتردام، ژاپن و این سخنا در مصر داره که میتونه همه اینها رو در بازار رها کنه. آمریکا و اروپا هم منابع استراتژیکی دارن، چین هم همینطور. بنابراین انتظار میره که اگر تا چندین هفته این طول بکشه بازار بتونه این نفت رو تامین بکنه. سوال دومتون در مورد سهام آرامکو، تا امروز که آرامکو خیلی خوب و خیلی حرفه‌ای تونست عمل کنه، البته ممکنه که بعد از این اتفاق یک موردی به عنوان ریسک تأسیسات نفتی که حالا قبلا به صورت خیلی غیر مستقیم و به صورت یک پتانسیل مطرح بود، به صورت واقعی تر روی قیمت سهام و ارزش آرامکو تأثیر بذاره. بسیار بسیار ممنونم از سارا وقشوری، کارشناس نفت و انرژی و مدیر مؤسسه بین المللی انرژی SVB از واشنگتن. میسم بهروش، پژوهشگر رابطه بین المللی دانشگاه لوند از شهر مالمو سوئد هم با ما. آقای بهروش، کسی تصورشو میکرد که تا این اندازه عربستان سعودی از این منظر آسیب پذیر باشه؟ بله، ببینید، بحث رو در واقع این قضیه رو باید در چارچوب اون تنش‌هایی که بین ایران و متحدین منطقه‌ایش، مخصوصا این گروه‌های غیر دولتی یا نایبانش و در یک طرف و آمریکا، اسرائیل، عربستان و متحدین اینها بیشتر باید دیدیم. اولین حمله ای نیستش که به تأسیسات آرامکو داره، علیه تأسیسات آرامکو صورت میگیره. ماه می روسی‌ها مثل در واقع الان ادعا کردن که
این خط لوله شرق به غرب رو که از استان شرقی میره به سمت دریای سرخ هدف قرار دادن، نزدیک ریاض توی شهری به نام الدوادمی اگر اشتباه نکنم. اونجا البته آمریکایی، مقامات آمریکایی ادعا کردن که این حملات از عراق صورت گرفته، چون در واقع فاصله مسافتی که نیاز هست برای پهپاد که طی بکنه خب خیلی زیاد، نزدیک ریاض بود و خب اون منطقه ها به شدت حفاظت شده هست. الان هم همچین گمانه‌زنی وجود داره که احتمالاً نیروهای هشت در عراق بودن، که حالا من بیشتر توضیح میدم اگر فرصت بود. بله البته، ولی مسئله‌ای که هست اینه که وقتی اتفاقی میفته خیلی ها از چشم ایران میبینن. الان هم بعضیا تصورشون اینه که نه این گروه‌ها، گروه‌های مثل هشت شبی و نه حوثی‌ها به اون اندازه توان سازماندهی ندارن که به چنین جاهایی ضربه بزنن. به هر حال این تأسیسات تأسیساتی است بسیار حفاظت شده. درسته. بله ببینین، با توجه به این فشاری که در واقع آمریکا داره روی ایران میاره و در واقع شرایطی که ایران توش قرار گرفته، واقعا پاسخ یا تلافی جویی متناسبی زیاد متصور نیست. یعنی آدم نمیتونه به این راحت تصور بکنه که ایران چجوری باید پاسخ بده. خب قدرت اقتصادی به اون شکل نداره، روابط گسترده‌ای به اون شکل نداره، بنابراین مجبور هست در واقع در قالب اون استراتژی جنگ نامتقاره عمل بکنه. بنابراین در اون چارچوب اگر نگاه بکنین بسیار قابل درک و قابل تصور هست همچین حملاتی علیه عربستان. یعنی مثلا اینطوری بذاریم بگم خیلی راحت‌تر، زور ایران به آمریکا نمیرسه یا به اسرائیل نمیرسه یا حالا بنا به ملاحظاتی اقدامی در اون راستا نمیکنه، بنابراین به شکل غیر مستقیم داره انتقام میگیره بابت اون فشاری که بهش وارد میشه از متحدین برای تا جایی که میتونه و از طریق این گروه هایی که مورد حمایت ایران در واقع قرار دارن. بله. آقای بهروش، خود عربستان سعودی درگیر تنش‌های زیاد داخلی هم بوده. از یک طرف یک گروه شیعه‌ای هستند که سهمی از قدرت ندارن، ناراضی‌اند، بعد خود خانواده حاکم هم دچار درگیری و بحرانه. حوثی‌ها ادعا می‌کنن که این عملیات رو با کمک منابعی در داخل کردن. تا چه اندازه این قابل تصوره؟ ببینید یه ذره عجیبه در واقع این ادعا. البته منظور حوثی‌ها این هستش که اون اقلیت شیعه‌ای که در داخل عربستان مستقره و در واقع توی اون منطقه‌ای که بین یمن و این تأسیسات بقیق هست اونجا مستقره به لحاظ جغرافیایی، اونها کمک کردن که این پهپاد رو اینها بفرستن و اونجا در واقع این تأسیسات رو بمباران بکنن. منتها بحث اینه که ببین اگر شما از هر، یعنی از جنوب شما نگاه بکنیم، خب یمن جنوب عربستان هست دیگه، یعنی چه از طرف مرکز بفرستن که باید از ریاض رد بشه، چه از طرف شرق بفرستن باید از نزدیکی قطر و امارات رد بشه این پهپاد که به اونجا برسه. بنابراین یه ذره به نظر میرسه که خیلی واقع بینانه نیست. من تصورم این هست که احتمالاً از داخل عراق انجام شده که بسیار نزدیک، یعنی از مرز عراق و کویت اونجا شما در این عملیات اگر انجام بشه بسیار واقع بینانه تر و قابل تصور تره. و احتمالاً با توجه به حملاتی که اسرائیل اخیراً علیه نیروهای هشت مورد حمایت ایران در عراق انجام داده و خب اینها نمیتونن مستقیم علیه اسرائیل اقدام بکنن، احتمالاً به این شکل خواستن فشار بیارن بر روی عربستان که در واقع یه جوری این فشار منجر بشه به کاهش حملات علیه مواضع ایرانی. و خب مسبوق به سابقه هم هست این مدل انتقام یا تلافی جویی نامتقارن یا هایبرید به اصطلاح. و ببینیم مثلا من خیلی وقت نمیگیرم، فقط یه مثال تاریخی میزنم. در جریان جنگ نفتکش ها در سال از 1984 به بعد در اون چارچوب جنگ ایران و عراق، عراق کشتی های ایرانی رو میزد و ایران واقعا مونده بود چیکار، نمیتونست اقدامی بکنه علیه عراق چون عراق کشتی نداشت، خط لوله داشت. بنابراین ایران اومد بعد از این مدت کشتی های عربستان و
کویت رو در یعنی متحدان عراق رو در خلیج فارس مورد هدف قرار داد که به طور غیر مستقیم فشار بیاره روی عراق که اون حملات رو به کشتی‌های نفتی ایران متوقف بکنه. یعنی همچین سناریویی هم قابل تصور و مسبوق به سابقه است. ممنونم از میثم بهروش، پژوهشگر رابطه بین الملل دانشگاه لند از شهر مالمو سوئد با ما. هویت سومین استرالیایی بازداشت شده در ایران مشخص شد. خانم کایلی مور گیلبرت که کارشناس امور خاورمیانه در دانشگاه ملبورن است و علاوه بر تابعیت استرالیایی شهروندی بریتانیا را هم داره. به نقل از رسانه‌ها خانم مور سال گذشته در ایران بازداشت شده و به جرم نامعلومی در ایران به 10 سال حبس محکوم شده و الان هم در زندان اوین زندانیه. مهدی بگی همکارم که موضوع رو دنبال کرده الان اینجا با من، چه اطلاعات بیشتری داریم مهدی از کایلی مور گیلبرت؟ جمال، خانم کایلی مور همونطور که گفتی کارشناس سیاست خاورمیانه است. دکترای خودش رو از دانشگاه ملبورن گرفته در همین رشته، فوق لیسانسش رو از دانشگاه کمبریج در انگلستان گرفته، مطالعات اسلامی داشته در زمینه در مورد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خیلی تحقیقاتی رو انجام داده، همینطور در مورد سیاست و زبانهای مختلف در خاورمیانه. ایشون رو رسانه ها میگن، یعنی هنوز ایران چیزی نگفته، از طرف مقام های ایران ما چیزی رو نشنیدیم، ولی به نقل از رسانه ها یک ساله که در ایران بازداشته و جرمش هم نامعلومه. من چند ساعت پیش با خانومی صحبت میکردم که او رو میشناخت، خانوم اندریکا فی که یک دانشجوی در حقیقت دکترا در آلمان هست. ایشون به من گفتش که خانم مور رو در انجمن بین المللی علوم سیاسی سال گذشته در بریزبن دیده و اونجا مقاله‌ای رو ارائه میداده و خانم مور بعد اومده با او صحبت کرده و اینها با هم دوست شدن. قرار بوده که کاری رو جور کنه برای خانم فی در استرالیا که بعد از یه مدت ایمیل که به هم میزدن دیگه جوابهایی از ایشون دریافت نمیکنه و الان که خبرش اومده بیرون بر خانم فی مسجل شده که خانم مور رو حدود 11 ماه پیش بازداشت کرده بودن. خانواده خانم مور بیانیه‌ای رو در حقیقت امروز منتشر کردن و در اون گفتن که بهترین راه بازگردوندن خانم مور به استرالیا از راه دیپلماتیکه و از رسانه ها هم خواستن که به حریم خصوصیشون احترام بذارن. دو نفر دیگه هم بازداشت شدن، درباره هویت اونها چه اطلاعاتی در دست است؟ بله، خبر بازداشت اونها 2 روز پیش اومد. خانم جولی کین که شهروندی بریتانیا رو هم داره و دوست پسرش مارک فیرکین، اینها هر دو اهل در حقیقت شهر پرت در غرب استرالیا هستن. 2 سال پیش سفری رو شروع میکنن از شهرشون و با عبور از یه سری از کشورها مثل مالزی، اندونزی، پاکستان، هند به قرقیزستان میرسن و قصد داشتن از طریق اروپا در حقیقت از کشورهای عبور کنن و خودشون رو به بریتانیا برسونن که فیلم هایی رو منتشر میکردن از خودشون، فیلم های سفرشون رو که اکثرا میبینیم با پهپاد فیلم برداری شده. اینها حدود 2.5 ماه پیش به ایران میرسن و بعد گویا در منطقه جاجرود در نزدیکی ایران چادر زده بودن که اونجا توسط نیروهای امنیتی، حالا به قول برخی رسانه‌ها سپاه بازداران ایران، بازداشت میشن و جرمی که برای اونها، اتهامی که برای اونها مطرح شده اینه که به صورت غیرقانونی و با پهپاد قصد فیلم برداری داشتن. کاری برای آزادی اونها صورت گرفته تا حالا یا اصلا جریان داره؟ خانم ماریس پین، نخست وزیر استرالیا، گفته در چند هفته گذشته ما در تلاش بودیم که رایزنی بکنیم با مقام‌های ایران. از جمله گفته من دیداری داشتم با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خودش، و اونجا صحبت کرده در مورد این شهروندان بازداشت شده و در حقیقت تلاششون این بوده که اطمینان حاصل کنن با اونها رفتار عادلانه، انسانی و طبق قوانین بین المللی بوده و اینکه گفته دلیلی نداره ما فکر کنیم اینها ربطی داشته باشه بازداشتشون به تنش‌های بین المللی، مسئله در حقیقت تنگه هرمز و تنش‌هایی که اخیراً می‌بینیم ایران داره با این کشورها. ممنونم از همکارم مهدی بیگی.
یک منبع مطلع به بی بی سی فارسی گفت بازرس وزارت خارجه آمریکا در گزارش که در هفته‌های آینده منتشر می‌شود خواستار برخورد انضباطی با برایان هوک هماهنگ کننده سیاست آمریکا در برابر ایران خواهد شد. این گزارش نتیجه تحقیقات چند ماهه درباره اتهام انتقام‌گیری سیاسی آقای هوک و چند مدیر دیگر دولت ترامپ از چند کارمند و دیپلمات وزارت خارجه آمریکا از جمله کارمند ارشد سابق سحر نوروزاد است. همکارم بهمن کلباسی هم از نیویورک با ماست. بهمن، جالب هست که این اطلاعات داره منتشر میشه. آیا در آمریکا معمول هست که با تغییر دولت‌ها کارمندان هم به این شکل جابجا بشن؟ معمول هست که مدیران و به تبع وزرا مدیران ارشد جابجا بشن، ولی اصلا معمول نیست که کارمندان و دیپلمات‌هایی که صرف نظر از اعتقادات شخصیشون کارشون این است که سیاست‌های دولت‌ها رو، چه دولت قبلی چه دولت جدید رو، اجرایی بکنن. در نتیجه اونها یک ایمنی دارن، قانون میگوید که نباید باشون برخوردی بشه یا کارشون رو از دست بدن یا تبعیضی قائل بشن علیهشون، به خاطر اینکه مثلا شاید در دلشون همراهی و همسویی مثلا با دولت قبلی بیشتر دارن تا دولت بعدی. نمونه بارزش هم خب مثلا مسئله برجام، بسیاری از کارمندان وزارت خارجه کار کرده بودن روی بنچ رسیدن برجام، همون کارمندان حالا با دولتی کار میکنن که میگوید این بدترین توافق است، باید به هم بشه. در نتیجه این به معنا نیست که این کارمندان باید کارشون به اصطلاح در خطر قرار بگیره، و دقیقاً اتهام اینجا همینه و بازرس هم در مورد همین مفصل تحقیق کرده. ما سحر نوروزاده رو بالاخره از جمله کارمندانی بوده که این بالاخره جابجا شده، برکنار شده، و تعداد دیگر هم بودن، کسانی که اتفاقا خود در اونها در کاخ سفید بودن، با اونها مصاحبه کرده بودی، اونها دیگه نیستند. اینی که اینها بیان و پیگیر کارشون باشه تا چه باشن، تا چه اندازه میتونه صحنه رو برگردونه یا برای کسانی مثل برایان هوک مشکل ایجاد بکنه؟ به هر حال بازرس ویژه به هر وزارتخونه یکی از این بازرسان ویژه داره و کارش همین است که رسیدگی بکنه به این که ببینه آیا تخلفی کردن مدیران جدید یا نه. و این گزارش یه بخشش منتشر شد یک ماه پیش و تعدادی دیگر از کارمندان رو به خاطر اینکه آزار و اذیت قرار گرفتن در موردشون پروندهشون تحقیق کرد و در گزارش نهایتاً آمد که آنچه که مدیران وزارت خارجه کردن تخلف بوده، تبعیض بوده و انتقام گیری سیاسی بوده. این بخش دوم گزارش که هنوز منتشر نشده و این منبع موثق که نمیخواست نامش فاش بشه به ما گفت که درش چه هست، به مسئله سحر نوروزاده هم میپردازه و میگه که از همون ایمیل هایی که در گذشته هم منتشر شد دیدیم، بیشتر انگیزه این بوده است که اولا سحر رو فکر میکردن متولد ایران گون که نیست، ولی در ایمیل هایی که دید منتشر شده کاملا مشخصه که میگوین این خانم متولد ایرانه، گریه کرده وقتی آقای ترامپ انتخاب شده، روی برجام کار میکرده و یه جوری از دستش راحت میشید منتقلش کنید یه جای دیگه. و این است که این گزارش درش خواهد آمد که با انگیزه، با توجه به تبار فرد، نژاد فرد یا عقاید سیاسی فرد دنبال کارمند رفتن و براش دردسر درست کردن، هم تخلف، همین که اون کسانی که این کار کردن باید باشون برخورد بشه، برخورد انضباطی بشه. و آقای هوک اینجا مستقیما در این گزارش اسمش خواهد آمد که به اصطلاح توصیه میکنه این بازرس که مقام های وزارت خارجه مخصوصا وزیر خارجه با او برخورد انضباطی بکنه. ما نمیدونیم که وزیر خارجه این کارو خواهد کرد یا نه، ولی به هر حال این توصیه است که اهمیت داره در وزارت، در هر وزارت خونه ای اگر بازرس ویژه در نهایت در گزارشش بگنجونه. ممنونم از همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ما. این هفته لندن میزبان نمایشگاهیه که آخرین های مد لباس رو معرفی میکنه، اما برخلاف سالهای قبل این بار عده‌ای بر آن شدن تا افکار عمومی و مصرف کننده ها رو از ضرر و زیان های صنعت مد و فرهنگ خرید و فروش لباس بر روی سلامت طبیعت و کره زمین آگاه کنند. سیاوش اردلان به نمایشگاه مد لباس رفته تا از چند و چون پیام معترضان این گزارش رو تهیه کنه. هفته فشن در لندن است. شیک پوشان جهان به اینجا آمدند تا آخرین مدهای لباس را
از طراحان به نام معرفی کنند. بیرون محل نمایشگاه هر کس که در دنیای مد حرفی برای گفتن دارد، دارندگی و برازندگیش را به رخ می کشد. اما شاید این نمایشگاه های فشن دیگر هرگز مثل سابق نباشند. معترضان اقلیمی ورودی نمایشگاه را یافتند. آنها از روزها قبل گفته بودند با چه پیامی به اینجا می آیند. پیامی به رنگ خون و تخریب. این زن پیام را قرائت می کند. هر روز زمین ما را می کشید تا لباس هایی تولید کنید که برای شما لذت و سود بیاورد، نه برای رفع احتیاج. و این فقط فعالان محیط زیست نیستند که با صنعت مد و فشن مشکل دارند. الگوسازان و صاحبان آخرین فشن و مدهای لباس در سراسر جهان اینجا در هفته فشن لندن گرد هم اومدن تا به سراسر علاقمندان در دنیا نشون بدن که آخرین مدهای لباس چیه. اما اینها به هیچ وجه الگویی نیستن برای این فعالان حقوق حیوانات که خودشون رو به قیر آغشته کردن تا اعتراضی داشته باشن به نقش فشن و همینطور صنعت چرم به خصوص بر روی آزار رساندن به حیوانات. اینها بخش بزرگتری از اعتراضات فعالان محیط زیست هم هست به نقش فشن در آلوده کردن کره زمین و تأثیری که کربن تولید شده از صنعت فشن در گرمتر شدن کره زمین داره. تولید گازهای گلخانه‌ای یک جنبه بزرگ از آسیب‌های بزرگتری است که افکار عمومی دنیا را رفته رفته نسبت به تأثیرات صنعت مد و فشن بیدار کرده است. کل کربنی که این صنعت وارد جو زمین می‌کند از کربنی که صنعت هواپیمایی و کشتیرانی روی هم تولید می‌کنند بیشتر است. 20% کل زباله‌هایی که در جهان دپو می‌شود، لباس‌هایی هستند که دور ریخته می‌شوند. صدها میلیون کیلوگرم در هفته. تولید یک تیشرت و شلوار جین 20,000 لیتر آب مصرف می‌کند. اکثر این لباس‌ها در هند و پاکستان تولید می‌شود که خود دچار کمبود آب هستند. هر شستشو در ماشین رخشویی بیش از 700,000 ریز پلاستیک وارد چرخه آب می‌کند. در پشت این دیوارها بروبیایی برپا است بین علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران صنعت فشن. به نظر بی‌خیال نسبت به اعتراضات بیرون. هرچه باشد فشن در بریتانیا صنعتی 40 میلیارد دلاری است، در دنیا 3000 میلیارد دلار. انتظار از سیاستمداران برای مهار این صنعت فعلا بیهوده است. تنها نقطه امید آگاهی و هوشیاری مصرف کننده است و مسئولیت پذیری خود متولیان مد و فشن که روشن نیست چقدر پیام را گرفتند. هر کدوم از ما یک رسالتی داریم و این رو به شکل خاص خودمون ابراز میکنیم. من که سیاستمدار نیستم، ولی خب فشن بالاخره جزی از فرهنگ دیگه. جزی از فرهنگی که به غیر از آسیب به طبیعت و حیوان آزاری، صدها هزار نیروی کار ارزان را در ممالک محروم به کار گمارده تا با تولید هرچه بیشتر مصرف کننده را به خریدن لباس‌های وسوسه کند که شاید هرگز نپوشد، ولی حس نیازی کاذب به خریدنش دارد. در حالی که فرهنگ بریز و بپاش، پوز بده و دور بریز گویی همه را جادو کرده، هدف این معترضان روبودن نگاه دوربین‌ها برای دقایقی چند است تا از میان همهمه مصرفگرایی و زرق و برق تبلیغات مردم را به خرید در حد نیاز و به حداقل رساندن تخریبگری‌های ناخواسته تشویق کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. امروز در شهر نورسلطان قزاقستان مسابقات کشتی قهرمانی جهان شروع شد. دو تیم کامل فرنگیکاران و آزادکاران ایرانی در این رقابت‌ها شرکت دارند. خبرنگار ما سهراب ضیا از شهر نورسلطان گزارش می‌دهد. یک سال مانده تا بازی‌های المپیکی 2020 توکیو، پایتخت قزاقستان صحنه رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان شده. در نخستین روز این مسابقه‌ها نزدیکی 80 فرنگیکار از کشورهای مختلف جهان روی توشک با هم گوشتی گرفتند. پویا ناصرپور در وزن 55 کیلوگرم در دور مقدماتی بر رقیب ترکش پیروز شد، اما در دور یک هشتم نهایی از اسلامجان بهراموف ازبک شکست خورد. امین کیوان‌نژاد و میثم دلخانی هم در دوره‌های مقدماتی و یک هشتم نهایی ناکام شدند. امروز سعید عبدولی بعد از پیروزی بر آلدان آکی فیروز در دور یک چهارم نهایی، در دور نیمه نهایی از رفیق حسینوف کشتیگیر از جمهوری آذربایجان شکست خورد. محمود رضا گران کارشناس مسائل ورزشی
رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در نورسلطان را از نزدیک پیگیری می‌کند. این 9 ماهی که فدراسیون کشتی ایران رئیس نداشت با سرپرست اداره شد بسیار لطمه خورد، به خاطر اینکه نبود رئیس امکان مالی رو فراهم نمی‌کنه، سرپرست نمی‌دونه تا چه زمان بر سر کار هست. بعد همین نبود توازن در اردوهای تیم ملی هم مشاهده میشه، یعنی مربی تیم ملی میخواد یک سفر خارجی مثلا نفر تیم رو ببره اونجا یک محکی بزنه یا یک ارتقای کلاسی رو در او در نظر بگیره و این امکان پذیر نمیشه. بنابراین الان که تیم جدید اومده بر سر کار با این فاصله کوتاه زمان ارزیابی دقیقی نداریم، به خاطر اینکه اساسا این تیم هنوز نتونسته برنامه خودش رو پیاده بکنه. در رقابت‌های روز اول مسابقه‌های کشتی قهرمانی جهان از جمله فرنگی کاران روس، گرج، ازبک، قزاق و جمهوری آذربایجان درخشیدند. کشورهایی که برآمده از شوروی هستند، اوکراین، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اینها همه کشورهای خوبی هستند به ویژه در کشتی فرنگی. اساساً تفاوت کشتی فرنگی و آزاد یکیش هم اینه که پراکندگی مدال‌ها در بین کشورهای مختلف بیشتره. مثلا روسیه تیم اول دنیا میشه مثل پارسال با 6 مدال طلا در 10 وزن، اما فاصله بین کشورهای بعدی با مثلا تیم مدعی مثل ترکیه و همینطور ایران معمولا میلیمتریه و این سکوها هر سال جابجا میشن. امروز دستاندرکاران برگزاری مسابقه های کشتی قهرمانی جهان در یک نشست مطبوعاتی از دستاوردها و مشکلات و موانع در راه رشد کشتی فرنگی و آزاد در میان مردان و زنان در جهان گفتند. پایتخت قزاقستان برای اولین بار پس از تغییر نام آستانه به نورسلطان در بهار گذشته میزبان چنین رقابت‌های جهانی کشتی در رده بزرگسالان می‌شود. سهراب ضیا، بی بی سی، نورسلطان. هزاران فعال طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ جمعه شب چراغ و مشعل به دست به تپه مشهور شهر لاین راک رفتند، جایی که مشرف بر محله کاولون است که با آسمان خراش های بی‌نظیرش یکی از شلوغ‌ترین و پرجمعیت‌ترین نقاط روی زمین به حساب میاد. 60 دقیقه امشب رو با تصاویری از این اعتراض متفاوت به پایان می‌بریم.